سلام بچه‌ها، خوش اومدین اصلا نیوز و برگشتیم با یه پارت دیگه از داستانهای واقعی ترسیب که خیلی دلتون تنگ شده بود با دوبله سیدراف جون هست. حتما شماهاتون رو آماده کنیم که با این ویدیو میخواییم چیل کنیم و بترسیم. اینجوری میخوام لش کنیم، اینجوری ظرف غذا و همه چیز رو بیارین، اینجوری یام یام بخوریم و امیدوارم خوشتون بیاد. و قبل از شروع یعنی چیه؟ و امیدوارم خوشتون بیاد و قبل از شروع هم یادتون نره حتما این ویدیو رو اسپارتان ها لایک کنین و بریم شروع کنیم. داستان تاکسی آنلاین، همون اسنف خودم. جون سعید جون، دلم تنگ شده بود برای صدات. این ماجرا جون 2018 توی ایالت پورتلند اورگن اتفاق افتاد. میدونستم توی این موقعیت خیلی احمقانه عمل کردم. از اون موقع هوشیارتر و محتاط‌تر شدم. در واقع بیشتر میترسم. این چقدر آیکون شبیه این استریمر لایف سیمولیتوره. من که در مورد داستانم همیشه شما سعی کنین از اینا نتیجه گیری کنین و درس بگیرین. کاملا باید آموزنده باشه. برای رقصیدن با دوستان به اونجا رفتم و تا نیمه های شب خیلی شراب خوردم. متاسفانه اون زمان پول کمی داشتم. میدونستم که قبل از اینکه از اونجا بیام بیرون باید کمتر بخورم تا مقداری پول برام بمونه. زیاده روی. ولی اونقدر خورده بودم که به سختی میتونستم به یاد بیارم که دوستان برام تاکسی آنلاین سفارش دادن. البته موبایلم خاموش شده بود. وگرنه تا حدی میتونستم بهشون زنگ بزنم تا کمکم کنن سوار ماشین بشم و مطمئن بشم سالم میرسم خونه. یادم نمیاد وقتی سوار ماشین شدم به راننده چیزی گفته باشم، ولی اون به محض اینکه سوار شدم پرسید شبم چجوری گذشته و اینکه آیا سیگار میکشم. صادقانه بگم، من در واقع تو اون لحظه تنها چیزی که بهش فکر میکردم تخت خوابم بود و بریده گفتم بعضی وقتا میکشم. و بعدش سیگار ما رو به هم پیشنهاد داد. این اولین لحظه ای بود که یه جورایی عصبی شدم. خودم رو جمع و جور کردم و بهش گفتم واقعا خستم و فقط میخوام برم خونه. اون گفت این سیگار از شماره درست شده و برای خواب خیلی خوبه. بعدش من دقیقا در جوابش نه نگفتم، اما جواب مثبتم ندادم که اون اینو به عنوان بله قلم داد کرد و گفت الان سیگارو برات سمازم میکنم. من هنوز اونقدر مست بودم که به زحمت میتونستم ببینم یا واضح صحبت کنم. باشه، خب من باید رانندگی و سریع کنسل کنم چون نمیتونم وقتی در حال کارمونو بهت بدم. یا یه چیزی به همین منظور گفت. یه ثانیه طول کشید تا بفهمم چقدر این کار خطرناکه. اما تا وقتی شروع کردم چیزی بگم اون رانندگی رو کنسل کرد و ماشین رو متوقف کرد. ما توی منطقه درست در شهر پل هاتروم بودیم که کاملا غلبت بود. چند تا پارکینگ خالی، یه تعمیرگاه بسته، هیچ کس دیده نمی شد. اون شروع کرد به تعارف کردن سیگار به من. حالا من با یه غریبه، نه با یه راننده تاکسی آنلاین توی اون ماشین بودم. اینه همش از چی شروع شد؟ از یک مشروب خوردن. مشروب چیز خوبی نیست. البته اگه جنبه شده داشته باشین، حالا شاید یه ذره، حالا من که خودم نه، اصلا تا حالا تو عمرم یک قطره هم نخوردم از دخانی، از هیچ چیزی استفاده نکردم تا الان و به شما پیشنهاد میکنم نکنید. من خودمو میشناسم، میدونم جنبهشو ندارم و احتمالاً اگه ازش خوشم بیاد خودمو به فنا بدم. برای همین هیچ موقع سعی میکنم تجربهش نکنم و نخواهم کرد. شما هم نکنین که به این روزای ان نیافتین. درس گرفتین یا نه؟ آره؟ یا دوست دارین از این جور چیزا تست کنین و همه چیز رو امتحان کنین؟ دوست دارین؟ کار اشتباهی که کردین رو قبول کنین. نمیتونستم با کسی تماس بگیرم و اون سعیدش به من سیگاری تعارف کنه که امکان داشت هر چیزی دوش باشه. تازه اون سیگار دهنی هم از شرما خیلی آروم میشیم و حتی نمیتونیم این مکالمه کوتاه رو نفهمدم چی گفتی. چند لحظه بعد یا پیش شرما خیلی آروم میشیم و حتی نمیتونیم این مکالمه کوتاه رو نمیفهمم سعید چی میگی. تون گفتی اینجا رو لحظه بعد یا پیش شرما خیلی آروم میشیم و حتی نمیتونیم. نفهمیدم سعید این چی گفتی. خیلی تون گفتی، یا مغز من رد داده. چند لحظه بعد یا پیش شرما خیلی آروم میشیم و حتی نمیتونیم این مکالمه کوتاه رو به خاطر بیاریم. آها این سرشو کرد چون من داشتم وحشت میکردم. فکر میکردم اون سیگار الکی بودن چون اون از طریق دهانم استنشاق میکردم ولی توی ریه هم نمیرفت. احساس خستگی
و بی‌حسی و ضعف کردم. یه جور نشه شدن که تقریبا باعث میشه حالت تهوع بگیرین و میدونستم نمیتونم تو اون لحظه کار زیادی برای دفاع از خودم انجام بدم. اون موقع یادمه که به طور واضح روی حقیقت متمرکز شدم. حتی یه جفت کلید هم برای دفاع از خودم نداشتم، چون توی ساختمون ما فقط از فاب تقریبا برای هر چیزی استفاده میشد و من باکس کلیدمو بر نداشته بودم. وقتی سر خوری زیادی دیگه به اینا فکر نکن دیگه عزیزم، رفتی توش دیگه. با کدوم راننده اوبر میاد آخه اینطور کارار میکنن؟ یعنی چی آخه؟ اصلا بیشتر شد بهش نگاهی انداختم تا ببینم داره به من توجه میکنه یا نه، و توی آینه باهاش تماس چشمی برقرار کردم. به من خیره شده بود اما نمیتونستم فکرش رو بخونم. بالاخره چیزی گفت که انتظارش رو داشتم. خب بیا از اینجا بریم بیرون. بهش گفتم فقط میخوام به یه راننده تاکسی دیگه زنگ بزنم تا منو به خونه برسونه. فکر کردم تو این شرایط پیاده رفتن ممکنه امنیتش بیشتر باشه. لازم نکرده. البته نه لازم کرده. البته شاید بود. چرا من الان دیگه اینقدر قاش کردم روشو؟ هرچی میگه حرف مخالفشو میزنم. یکم منطقی باشه. آره شاید اوکی باشه. و اون گفت نه هنوز آدرستو دارم، خودم میبرمت خونه. برای یه لحظه استثارمش کردم. حد زدم شاید خیلی بهش بدبین بودم و اون میخواد منو سالم به خونه برسونه. سعی کردم خودم آروم کنم با این فکر که اون در واقع کار تهدیدآمیزی نمیکنه و با احتمالا فقط یه جور معتاد به مجوانا هست و من دارم بیش از حد واکنش نشون میدم. معتاد به مجوانا باشه همه رو خودش میکشه، به کسی تعارف نمیکنه. بخش من اصلا اسم اینا رو نباید بگم، اصلا من سانسور میکنم اسم این چیزایی که میگه رو، چون شاید اصلا خوب نباشه یا یوتیوب گیر بده، چون میدونم خیلی حساس روی قضیه. اون زمان من توی مجتمع PSU مرکز شهر پورتلند توی جنوبی ترین منطقه شهر زندگی میکردم. اون منو به سمت شمال شهر کنار رودخونه برد. چندین پل درست چپ ما وجود داشتن. همونطور که اون حرکتش رو به طرف شمال ادامه میداد، چندین فرصت وجود داشت که بتونه از روی رودخونه رد بشه و منو به سمت مرکز شهر برگردونه، ولی اون نادیده گرفتشون. ما پولا رو یکی بعد از دیگری رد کردیم در حالی که میتونستیم از روی یکیشون بریم خونه. توی قسمت شمالی پورتلند مناطق صنعتی بزرگی قرار دارن که اون موقع شب خلوت بودن و به طور کلی پورتلند با جنگلای زیادی احاطه شده، بنابراین میدونستم که اون میتونه خیلی سریع منو به یه جای دور افتاده ای ببره. بعد از اینکه از خروجی پل چهارم گذشت به مغزم فشار آوردم تا یه راهی پیدا کنم مجبورش کنم منو به خونه ببره و یه چیزی بگم تا تاثیر داشته باشه. دوست بسرم تو خونه منتظرمه، که در واقع واقعیت داشت، ولی خب من اینو خیلی با بی‌دست و پایی گفتم. هیچی نگفت ولی تو خروجی بعدی به سمت پل رفت و از یه جاده با پیچ یو شکل بزرگ دور زد و راه رو به سمت خونه چالوسه. همونطور که ما درست غرب شهر بودیم به سمت جنوب راه رو ادامه داد. هنوز میترسیدم و دستم روی دستگیره یه در گذاشتم با این فکر که پشت چراغ قرمز نزدیک به آپارتمان از ماشینش بیرون گوشیم کاملا خاموش بود و اون چند این فرصت داشت که وارد بزرگ رای نزدیک بشه و با سرعت از شهر خارج بشه. حالا دیگه خیلی به آپارتمانم نزدیک تر شده بودیم و من یه بار دیگه سعی کردم خودم رو متقاعد کنم که دچار ترس الکی در مورد یه معتاد شدم. توی شهر نمیتونست منو بدزده، اگرچه تا چند دقیقه قبلش اونقدر ترسیده بودم که تقریبا میخواستم گریه کنم. دیگه دوتا بلوک به آپارتمانم بیشتر نمونده بود که گفتم من همینجا پیاده میشم، بهتر اینجا نگهداری. بازم هیچی نگفتم اما سرعت ماشینش رو کم کرد. پر از حس آرامش شدم و حتی با خودم لبخند زدم، اما وقتی میخواستم در ماشین رو باز کنم قفل بود. سعی کردم مکانیزم قفل رو به صورت دستی بالا ببرم اما تکون نمیخورد. به طور غیر عادی بهش نگاه کردم ببینم چی شده. صورتش رو کاملا به سمتم چرخونده بود و با نگاهی وحشتناک به من لبخند میزد، بدترین و ترسناکترین لبخندی که توی عمرم دیده بودم. خیلی تمسخرآمیز به نظر می اومد، اصلا حتی پلک نمی زد. شروع کردم به گریه و التماس که در رو باز کنم. ده همه چیز زده دیگه، گوسپیچ کرده قشنگ گریه و خیلی ترسیده بودم و هنوز خیلی نشه بودم و خدا رو شکر اون در رو باز کرد.
اون حس شکنندگی رو هرگز فراموش نمیکنم. نه فقط به خاطر مست بودن توی ماشینش و اینکه نتونستم با کسی تماس بگیرم، بلکه حتی وقتی پیاده شدم اون حس رو داشتم که ممکن است پشت منو بگیره و به داخل ماشینش بکشه. توهم زده بوده دو ساعت. اسکل نفهم. به خونه رسیدم فهمیدم دوست پسرم در واقع چند دقیقه قبل با دوستاش رفته بود بیرون و خونه نبود. اون حتی نفهمید من چقدر دیر اومدم خونه و چه اتفاقایی برام افتاد. برین به اون دوست پسر. بعد خودم رو متقاعد کردم که بیش از حد ترسیدم و چیز مهمی نبوده، اما در واقع از درون احساس خطر میکردم و فکر میکردم هنوزم میتونست جای ترس داشته باشه. در واقع این شخص میتونست بی ضرر باشه، اما هنوز فکر میکردم که باید به دوستان پیام بدم و در موردش بگم. این بود که اخیرا چیزی در مورد یه قاتل زنجیره‌ای در کمپ رو شنیدم که به عنوان راننده تاکسی رایگان کار میکرد. دختر گاو بوده. دقیقا یاد همون دختره افتادم که جنجال رو پا کرد و تو توسکرام یکی از پارتاش گذاشتم. نه این بالا هست که میاد میگه منو دزدیدن و وای منو میخواید ببره. این دقیقا همونجوری بود. توهمی بود و اسکله نفهمه. ان دو ساعت دارم ریاکت میکنم یه بلای سرت بیاره. من مسافرها رو سوار میکرده و در صورتی که قربانی ها بهش اعتماد میکردن اونا رو به یه منطقه دنجی میبرده و بدون گفتن حرفی اونا رو به قصد میرسونده. معلومه که اون شخص توی کمپر نبود، اما من از سردرگمی متنفرم. اگر اون شب راننده تاکسی من همون قاتل زنجیره‌ای بود، باید چی کار میکردم؟ هیچی، این داستان کوفتیت نمیشنیدیم دیگه، راحت بودیم. این اتفاق زمانی برام افتاد که کالج میرفتم. این یکی از بزرگترین کالج‌های اونجا بود، با یه خیابون کامل پر از برهایی که میتونستی اونجا وقت بگذرونی. دوست پسرم برای آخر هفته رفته بود شهر خودش و بنابراین من و چند تا از دوستام تصمیم گرفتیم بریم بیرون. من یه ذره بیش از حد نوشیدنی خوردم و داشتم از حال میرفتم. اینو با تمام ذهن و جسم و روحم میفهمیدم. چرترین حرکت ممکنه که دوست پسر داشته باشی بعد بری با دوستت بیرون مشروب بخوری. بعدم وای هر اتفاقی یادم نمیاد چی گوهی خوردم، ولی هر انبازی دلت بخواد بری انجام بدی، بعدش که مست میشی بعدم بگی یادم نمیاد. وای من چرا انقدر اعصابم خورده؟ دوست نداشتم باعث مسئولیت دوستم توی بقیه شب باشم. بهشون گفتم با تاکسی آنلاین میرم خونه. دوستم اصرار کردن که با من بیان خونه، ولی من از روی خودخواهی برای اینکه وقتی برسم خونه با دوست پسرم تماس بگیرم و خودم تنهایی تو تختم بخوابم بهشون جواب منفی دادم. اما از اسم و اطلاعات راننده روی اپ اسکرین شات گرفتم و براشون فرستادم. وقتی تاکسی نزدیک شد اونا رو بغل کردم و از بار اومدم بیرون. همونطور که قبلا گفتم اونجا یه خیابون با تعداد زیاد بار بود. اینا داستانش چرا انقدر شبیه همه؟ اینا حتما داستان ترسان که تاکسی رانیه. بارها که بسته میشد تاکسی های زیادی از ساعت 11 شب تا 3 صبح صف میکشیدن و یه عالمه بودن. من زیادی شراب خورده بودم و حتی نمیتونستم فرق بین تاکسی ها رو تشخیص بدم. بنابراین همونطور که داشتم میگشتم مردی پنجره ماشینش رو کشید پایین و پرسید منتظر تاکسی آنلاینی؟ گفتم آره. اون گفت که اون راننده مورد نظرم نیست، ولی اگه ماشینم رو کنسل کنم و اونو قبول کنم بعدش منو به خونم میرسونه. توی این لحظه به باقی مونده های غذام فکر میکردم که توی یخچال بودم، پس قبول کردم و تاکسی آنلاینم رو کنسل کردم و حساب کاربریم رو به اون متصل کردم. اون یه راننده خیلی مؤدب بود. داستانی در مورد راننده‌های تاکسی‌های آنلاین قلابی شنیده بودم. هنوز مطمئن نبودم که اون قانونیه یا نه. اون چند بار منو زیبا خطاب کرد. اما من اون زمان کالج می‌رفتم و از این حرفا زیاد می‌شنیدم. چجوری کانکتش کردی به برنامه اوبرت؟ بعد نمی‌دونستی معتبره یا نه؟ یعنی چی؟ طرف ثبت شده دیگه تو اوبر، پس قلابی نبوده دیگه. یادم میاد در مورد کتابای مورد علاقمون حرف زدیم. بهش گفتم رشته انگلیسی میخونم و اون خیلی علاقه من به شنیدن حرفام بود. در مورد تدریس خصوصی دانشجویان ESL در وقت آزادم توی مجتمع آپارتمانی گفت. اون یه مهاجر بود که مجبور بود انگلیسی حرف زدن رو یاد بگیره. اوه میخوای بهش یاد بدی؟ وقتی سمت مجتمع آپارتمانی منو رد کرد حس کردم به خاطر مکالممون حواسش پرت شده و مؤدبانه بهش گفتم پیچو رد کرده و اون جواب داد که برمیگرده و به جای اینکه توی پیچ بعدی برگرده طولانی‌ترین
بهترین راه رو برای بازگشت به آپارتمانم انتخاب کرد. هنوز توی منطقه آشنا بودم، بنابراین حداقل میدونستم که اون توی مسیر درسته و دیگه داشتم عصبی میشدم. ساعت 2:30 شده بود و خیلی تاریک بود و هیچ کس بیدار نبود. فقط یه چیز من بگم، بلایی سرت نیاد ویدئو رو میبندم. وقتی مسیر برگشت به سمت خونم رو دوباره رد کرد، گفتم کاش میتونستم پیادشم و خودم برگردم. بر بار دوم از این حرفم یه جورایی ناراحت شد و متعجب شد که چرا من مثل اون مجذوب گفتگوی بینمون نشدم. به شوخی گفتم که من یه دانشجوی آسوپاز کالجم و اون داره با طولانی کردن مسیر حساب منو زیاد میکنه. به نظر میرسید که اوضاع کمی درست شد. کاملا درک میکنم. و به سمت مجتمع من دور زد. قیافش چقدر به صداش میاد نایس. توی این لحظه واقعا خیلی ترسیده بودم و مست بودم. به محض اینکه وارد مجتمع شد خوشحال بودم. اوکی، دقیقا همینجا خوبه. مرسی. سعی کردم در باز کنم ولی باز نشد. کمی به زامن قفل فشار آوردم ولی فایده ای اینم که مثل همونه. گفت بیا بریم یه قهوه بخوریم. یه اپ کلیک کرد تا بگه سفر به پایان رسید. فقط سعی میکردم جوری به نظر نرسه که وحشت کردم. بهش گفتم خستم و توی این لحظه قهوه چیزی نیست که بهش نیاز داشته باشم. دوباره سعی کردم درو باز کنم تو مطمئن بشم مست نیستم و دستگیری درو اشتباهی نگرفتم، ولی بازم باز نشد. اوکی. گفت باید اینجا بشینیم و صحبت کنیم تا تو احساس بهتری پیدا کنی. اگه دوست داری با هم به یه جای خلوت و خصوصی بریم. تو اونجا تنها زندگی میکنی؟ توی اون لحظه با شدت خشم توی کیفم دنبال گوشی میگشتم. وقتی پرسید چی کار دارم میکنم خیلی مؤدبانه گفتم دوست پسرم ازم خواسته وقتی سالم برگشتم خونه بهش زنگ بزنم. حرف اشتباهی زدم. وقتی فهمید دوست پسر دارم و چیزی ازش نگفتم عصبانی شد و توی چند ثانیه پرسید خب اسمش چیه؟ برای گذروندن زندگی چی کار میکنه؟ به تو چه؟ انتر. پیشونیش دوباره رد مهر افتاده. نه عصبانی میشن، رد مهر میفته. دقیقا الان کجا هست؟ این حرف رو دوبار تکرار کرد. توی این وضعیت سعی میکردم گریم نگیره. وقتی حس کردم گوشیم باید احتمالا زیر صندلی افتاده باشه سعی کردم دنبالش بگردم. اون خواست بدونه دارم چی کار میکنم. من با بهترین برخورد و لبخندی بر لب گفتم گوشیم افتاده. اون گفت فوراً گشتن زیر صندلی ماشینشو متوقف کنم و از گشتن دست بردارم. نگفته نمونه که هنوز اثر نشگی توی بدنم بود. فقط سعی میکردم حواسمو جمع کنم و استفراغ نکنم و یهو بیهوش نشم. برای سومین بار سعی کردم درو باز کنم اما بازم نشد. اون دوباره خواست بریم قهوه بخوریم. حتی این بار کمی حالت درخواست به خودش گرفت. جواب دادم نه، فقط میخوام بخوابم. دوباره پرسید تنهایی زندگی میکنی؟ و این دفعه به دروغ گفتم یه هم اتاقی هم دارم. پرسید اون دوست پسرتو؟ من گفتم نه. شاید دوست پسرتم ساختگی باشه. و جواب دادم نه خیر. خشمگین شد و پرسید پس چطوری تو را اینجوری با یه مرد دیگه تنها گذاشته؟ من معمولا توی خوندن ذهن آدم ها خیلی خوبم و این حس و حال به هم دستاد که اون در مقایسه با دوست پسرم غیرت بیشتری داره. بنابراین الکی گفتم که قصد دارم با دوست پسرم به هم بزنم و اینکه ما هیچ وقت توی رابطمون جدی نبودیم چون اون یه احمقه و منو اینجوری تنها میذاره. اون آروم شد و گفت این همه چی تغییر میده. اون دوباره خواست با من قهوه بیا رل بزنی. جوابمو اینجوری عوض کردم امشب نه. شمارمو پرسید، بهش دادم. برای اینکه مطمئن بشه شماره واقعی خودم از سریع تماس گرفت. صدای گوشیم از بین صندلی در اومد. گوشی از دستم قاپید و خواست اطلاعات شماره تماس دوست پسرمو نشونش بدم. وقتی نشونش دادم حسفش کرد و لبخندی از ته دل زد و گفت احساس خوبیه. فازش بده نیست؟ گفتم آره. شماره تلفنش رو توی گوشیم وارد کرد و پسش داد. با امیدواری بهش شب بخیر گفتم تا منو ول کنه. اون جواب داد که دوست داره بیشتر با هم حرف بزنه. مجبور شدم توی ماشین با دره قفل تا ساعت 4:30 صبح باهاش بمونم. حتی یادم نیست در مورد چه چیزایی حرف زدیم. یه لحظه خواست دستمو بگیری که من گفتم قبل از اقدام به هر کاری باید با دوست پسرم به هم بزنم. خدا رو شکر از این جوابم خوشش اومد. بالاخره اجازه داد پیادش. غیرتی ان وای تو چقدر غیرتی. باشه برو با اون به هم بزن. اسکل بودا، یه تختش کم بودا، حالا کار ندارم طرف ترسناک بودا یا هر چیزی، ولی غیرت اینو داشته و خوشش اومده که گفته اول با اون به هم میزنه بعد میاد با من. دمش گرم، اون چقدر فداکاره. با تو هم بخواد به هم بزنه با هم میزنه بعد میره با یکی دیگه، چه فرقی داره؟ فقط به خاطر یکی دیگه با تو به هم میزنه.
با قفل بچه بسته شده بود، بنابراین از بیرون میتونست باز بشه. 10 دقیقه دیگه همونجا نشستم و بعدش با دکتر صورت به سمت آپارتمانم دویدم. به دوست پسرم زنگ زدم و در مورد ماجرایی که برام اتفاق افتاده بود توضیح دادم. جوابش مشابه جوابی بود که میتونست واکنش هر کسی در مقابل این داستان باشه. اگر شما راننده نمیدونستم من توی اون مجتمع تو کدوم آپارتمان زندگی میکنم، اما خب هنوز از جایی که سکونت داشتم خبر داشت. از اینکه دوباره باهاش روبرو بشم وحشت داشتم. دیگه حتی میترسیدم سوار تاکسی آنلاین بشم. با اینجا اگه همچی اتفاق بیفته دهن طرف رو سرویس میکنه. نه اونجا چرا اینجوری هم؟ یعنی پیگیری نداره؟ بزنن یارو رو جرش بدن؟ راستی یادم نبود. هیچ بلایی سرش نیمد. خدا یارو نگهدار شما.